حکایت عیدی که پشت سر گذاشتیم همان حکایت پشت پا زدن به بخت است. در ایامی که شهرهای اطراف ما مسافران کمتری به خود دیدند، این عید 2,600,000 مسافر وارد شهر و دیار ما شد. کرمان بالاخره دیده شد، البته تاریک و خمود و بیرنگ و لعاب. آنقدر ناهماهنگی رخ داد که در ابتدایی ترین مسائل شهری مثل روشنایی معابر، سرویس بهداشتی، تابلوی راهنما و آبخوری‌ها وامانده بودیم و بنجل فروشی و دست فروشی و فروش هر چیز بی ربط به میراث ما حتی در اعماق بافت تاریخی من نفوذ کرده بود. فرصت از کفمان رفت و کل فروش صنایع دستی و سوغاتمان 8 میلیارد تومان بود که اگر تورم 50% کشور را لحاظ کنیم شاید حتی از فروش 5.5 میلیاردی سال قبل که هنوز درگیر کرونا بودیم هم کمتر بود. اما چرا نفروختیم؟ معاون صنایع دستی میگوید نفروختیم چون تورم کشور بالاست و گردشگران قدرت خرید ندارند. اما در همین شرایط تورمی استان همجوار ما یزد که اتفاقا این عید مسافران کمتری داشته و برخلاف ما ضریب اسکان نوروزیش 30% کاهش داشته 30 میلیارد تومان فروخته که بیش از 3 برابر عددی است که استان ما با 5 شهر ملی صنایع دستی داشته. کالایی که ما تو صنایع دستی استان داریم تولید میکنیم، یه جایی میبینی کالایی که دارن تولید میکنن خیلی کالای فاخری، ولی شما مثلا گریم سیزان باید مثل 10 میلیون تومان الان خودش بدید. حتی کرمان شما باید با یه عدد خیلی بالایی بتونید براش بگذارید تا بتونید خرید انجام بدید. یه سری کالاهایی تو کرمان تولید میشه که خب قیمتشون خیلی بالا. اینکه کالای ما فاخر بود و گران است و کالایی از نه موضوعی است که قابل استناد نیست. حالا که این 8 میلیارد مجموع فروش سوغات و صنایع دستی است و کرمان سوغاتی همچون زیرو و قابوت و غیره داشته که میتوانست فروشش را بالا ببرد. ضمن اینکه بر روی همین آمار 8 میلیارد که به صورت برآوردی تخمین زده شده و حساب و کتاب دقیقی روی آن نیست هم حرف زیاد است. در روزهای آینده بیشتر به این موضوع میپردازیم. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.